از طرف دیگه هیچ تردیدی نیست که بخش عظیمی از ایرانی ها، و ما وقتی از فرهنگ سیاسی صحبت میکنیم به این مفهوم نیست که همه ایرانی ها به یک اندازه یک اعتقاد خاصی دارن، بلکه به این اندازه به این مفهوم هست که این تصورات در درون این جامعه به اندازه تأثیرگذاری وجود داره. یعنی وقتی میگیم مثلا ما عرب ستی، ایرانی ها عرب ستیز هستن، نه اینکه تک تک ایرانی ها عرب ستیز هستن، به این مفهوم که عرب ستیزی در جامعه ایران به اندازه تأثیرگذاری وجود داره. حالا ممکنه که مثلا 10% باشه، ولی 10% تأثیرگذاره، و این 10% تأثیرگذار نگران کننده است، یه بخش خیلی قوی از فرهنگ سیاسی رو تشکیل میده. ایرانی ها یک بخش زیادیشون عرب ستیز هستن و این عرب ستیزی هم خب تاریخیه و یا با تاریخ توجیه شده، و این باعث شده که ما یک حالت خود برتر بینی در میان ملل منطقه داشته باشیم. یعنی حالا این عرب ستیزی یا ترک ستیزی یا نوعی که ما خودمون رو نسبت به افغان ها، نسبت به پاکستانی ها، نسبت به مثلا فرض کنید ملل آسیای میانه خیلی برتر میبینیم، ما فکر میکنیم ما فرهنگمون خیلی برتره، ما ملتی متمدن داشتیم و الومن، در حالی که خب برخی از این کشورهای منطقه از نظر اقتصادی و فرهنگی و سیاسی خب خیلی پیشرفته تر از ما هستند. و جالب اینه که آزادی های اجتماعی در اونها خیلی بیشتر هست و ما چه برای تجارت چه یا برای تفریح میریم به اون کشورها. الان 400 هزار ایرانی فقط در دبی هستن، این شهری که کمتر از 4 میلیون جمعیت داره، و اکثر اینها تجارت میکنن. بسیاری از ایرانی ها برای تجارت به ترکیه میرن یا برای تفریح به ترکیه میرن. یعنی ما میدونیم که یه چیزایی رو اونا دارن، مثل آزادی، مثل به اصطلاح شرایط اقتصادی مطلوب یا ارتباط با جهان از نظر اقتصادی و سیاسی که ما نداریم، ولی همچنان ما میریم در اون کشورها و بعد فکر میکنیم همچنان ما خیلی بهتر و بالاتر از اونا هستیم. خب اینا بسیار خطرناکه، اینا فقط احساسات معمولی نیست، اینا در عقب موندگی ما خیلی نقش داره. ما اگه فکر کنیم ما خیلی برتریم، مهم نیست که به دیگران آسیب برسونیم یا نه، مهم اینه که به خودمون آسیب میرسونیم. یعنی هیچ موقع تصور واقع بینانه از خودمون پیدا نمی کنیم و نمی فهمیم که چقدر ما عقب مونده ایم، چقدر مشکل داریم، و طبیعتاً در صدد رفع اون مشکلات پیش بر نخواهیم آمد. به همین میزان یهودی ستیزی هم در ما هست. یهودی ستیزی رو شما میتونید هم در میان نخبگان جمهوری اسلامی ببینید. من یک کتابی میخوندم راجع به سیاست شفاهی جمهوری اسلامی که مصاحبه است با مجموعه از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی، که یکیشون به راحتی میگه که در تورات و تلمود توصیه شده به نسل کشی. خب این هم دروغه، هم تهمت هست، و هم نشان دهنده میزان نفرت بسیاری از این آقایون از قوم یهود هست. یعنی دیگه این برای اسرائیل هست وقتی شما چیزی رو به تورات یا تلمود نسبت میدید. به هر حال یهودی ستیزی، عرب ستیزی و نوعی که ما رابطه داریم با همسایگانمون به هیچ وجه کمک نمی کنه به یک فرهنگ سیاسی دموکراتیک، و به همین دلیل هم هست که در حقیقت ما به اندازه کافی آگاهی از یا ارتباط فرهنگی با همسایگانمون نداریم. یعنی ما نمیدونیم که در این جهان عرب که به هر حال یک 23-24 کشور هست از نظر فرهنگی چه میگذره. بهترین فیلماشون امسال چی بود؟ بهترین نویسنده‌هاشون چی هن؟ رمان‌هاشون چی هن؟ شعراشون چی هن؟ فستیوالاشون چی هن؟ چی میگذره؟ این ارتباط فرهنگی با اینها وجود نداره. یا مثلا ما اورهان پاموک رو که یک نویسنده ترک هست وقتی که نوبل میبره میشناسیم، و از طریق غربی هست ما که ما به اهمیت همچین رمان نویسی پی میبریم. یعنی به عبارت دیگه ما همسایه هامون هم از یه چشم غربی میبینیم. ما مترجمان ترک برجسته کم داریم، ما مترجمان عربی برجسته کم داریم، ما
ارتباطاتی که خارج از چارچوب حکومت و قالب حکومت باشه کم داریم. استادای ما همدیگر رو ببینن، هنرمندای ما همدیگر رو ببینن، روشنفکرای ما همدیگر رو ببینن. این تبادل فرهنگی نیست و در نتیجه ما بیگانه این با این منطقه. ما وقتی که ما ایرانی ها خیلی همون وقتی میریم اروپا بیشتر احساس آشنایی میکنیم تا وقتی بریم یکی از این کشورهای همسایه. با همین میزان به دلیل این که یعنی به صدها برابر این ارتباط فرهنگی با اسرائیل نداریم. یعنی ما دشمنی 30 و چند ساله با اسرائیل داریم، ولی از این دشمنی با این دشمن هیچ شناختی از این دشمن نداریم. نمیدونیم که اصلا این دشمن چی فکر میکنه، فرهنگش چیه، جامعهش چیه. شناخت اغلب ما ایرانی ها محدود هست به اخبار سیاسی و درگیری عرب و اسرائیل با در این منطقه. این عدم شناخت خب خیلی به ما آسیب میزنه. از اون طرف میراث فرهنگ سیاسی چپ در ایران بسیار قوی است. به هر حال چپ بدون تردید مهمترین جریان فرهنگی و روشنفکری در یکی دو دهه پیش از انقلاب بوده و بعد نقش مهمی داشته در ایدئولوژی کردن اسلام، یعنی حالا نه در ایران که در سراسر جهان اسلام ایدئولوژی چپ مثل یک جعبه ابزاری رو در انگار که یک جعبه ابزاری رو در اختیار اسلام قرار داده که باشه ایدئولوژی بسازه و وامی که چپ ها و اسلام گراها دارن به هم خیلی زیاد هست. اما در خصوص ایران میراث فرهنگ سیاسی چپ بسیار نیرومنده، یعنی با اینکه احزاب سکولار چپ یا جریان‌های سکولار چپ کما بیش سرکوب شدن اوایل انقلاب، ولی چپ اسلامی بعد اسلامی‌های چپ شده و بعد هم در این یکی دو دهه اخیر به اصطلاح یک جریان‌های چپ جدید به وجود آمدن که اینها در فرهنگ سیاسی ما و در شکل دادن بهش خیلی نقش دارن. و از نظر اینها خب تو این چارچوب یکی از میراثشون این هست که غرب بده، یعنی خارجی تبدیل میشه به یک غرب و به یک خارجی خوب. خارجی خوب خارجی هایی یعنی هستن مثل روسیه و دیگر کشورهایی که به هر حال یک نوع خویشاوندی ایدئولوژیک با چپ دارن. و اینقدر که مثلا ما در ایران نگران نفوذ آمریکا یا تأثیر آمریکا یا آسیب‌هایی که آمریکا به ایران زده هستیم یا خیلی‌ها هستند، نگران نفوذ و تأثیر روسیه نبودن. و جالب اینه که این آقای خامنه‌ای معمولاً رهبران کشورهای رهبران غیر مسلمان رو در خونه خودش نمی‌پذیره، یعنی دیدارهایی که می‌کنه همیشه با رهبران کشورهای اسلامی است. تا جایی که من میدونم ولادیمیر پوتین تنها رهبر غیر مسلمانی هست که وارد منزل آقای خامنه‌ای شده و با ایشون در خونه‌اش دیدار کرده. این عکس مال سال 1386 هست. همینطور ارتباط ایران با اتحاد جماهیر شوروی هم خب جالب هست، من نمیخوام وارد اون بشیم چندان. و این حرف آقای خامنه‌ای است، میگه همان گونه که وجود ایران مستقل، یعنی سال 86 زمانی که دیدار میکنه با آقای پوتین، میگه همان گونه که وجود ایران مستقل به نفع روسیه است، وجود روسیه مقتدر هم به نفع ایران است. و نکته بعدی که میگه تصویر ملت روسیه، وجود روسیه مقتدر اونچه که من میفهمم اینه که روسیه که بتونه در برابر امریکا بیسته، یعنی یک وجود روسیه که جبهه قوی در برابر امریکا ایجاد بکنه به نفع ایرانه. و بعد ایشون میگه تصویر ملت روسیه در ذهن ما تصویر روشن و خوبیست و این به علت مقاومت ها و تدابیریست که ملت روسیه در مقاطع مختلف از خود نشان داده است. خب میدونیم که این با تاریخ سازگار نیست. روزها به ایران در 200-300 سال گذشته
از زمان صفویه به این طرف و مخصوصا در 200 سال گذشته آسیب های زیادی زدن، از ایران بخش از سرزمین ایران رو گرفتن در معاهده ترکمنچای و گلستان، یعنی بخش از سرزمین ایران رو، یعنی ما سرزمینمون رو از دست دادیم، روس ها اینو گرفتن و بعد سربازان روسی به ایران حمله کردن و حتی در اون شهری که آقای خامنه ای متولد شده گنبد مسجد گوهرشاد با توپ روس ها خراب شده. یعنی جالب هست که چجوری منافع سیاسی جمهوری اسلامی به شکلی است که تاریخ رو این شکلی تحریف میکنه و میگه تصویر ملت روسیه در ذهن ما تصویر روشن و خوبی است، در حالی که هیچ موقع آمریکاییان نه هیچ موقع سرزمین ما رو گرفتن، خاک ما رو گرفتن، نه سربازاشون به ایران حمله کردن و نه این تاریخ بلند نفوذ و تأثیر مداخله در ایران دارن. یعنی ممکنه که آمریکایی‌ها در کل داستان مداخلشون در ایران به 50-60 سال بیشتر نمیگذره، ولی روس‌ها به چند قرن میرسه تاریخ مداخلشون و اعمال نفوذشون در ایران. و میبینید که این در حقیقت جاییست که چپ‌ها و بنیادگراها با هم دیگه خیلی همسو میشن و این همسویی خیلی تاریخی است، یعنی یک رابطه خیلی بلندی است. اولین بلشویک ها از ترس این که قدرت های اروپایی مانع انقلاب پرولتاریایی در اروپا نشن با دولت های اسلامی یا با جریان های اسلامی سعی کردن متحد بشن و اولین کشوری که انقلاب بولشویکی رو به رسمیت شناخت پادشاهی افغانستان بود که اون موقع اونها با بریتانیا درگیر بودن برای اینکه جبهه‌ای در برابر بریتانیایی ها بسازن، با بولشویک ها در حقیقت بولشویک ها رو به رسمیت شناختن. این خیشاوندی ایدئولوژیک چپ و بنیادگرایی یکی از مهمترین چیزهایی است که باعث میشه مخالفان جمهوری اسلامی که در طبقه روشنفکر و دانشجو اینا داخل و خارج ایران هستن کما بیش همون تصوراتی رو راجع به سیاست خارجی داشته باشن در بسیاری مسائلی که خود جمهوری اسلامی، یعنی جمهوری اسلامی در بسیاری چیزها اصلا لازم نیست که مخالفان خودش رو متقاعد کنه، به خاطر اینکه کما بیش با اون دسته از مخالفان چپش در بسیاری مسائل و نوع نگرش به جهان کما بیش یکسان می اندیشه. سلام عرض میکنم خدمت آقای خالجی و دوستان عزیز و همراهان توانا. یه سوالی داشتم از استاد عزیز و اون این که آیا فکر نمی کنند با این اتفاقی که الان توی اروپا افتاده، مثلا امروز یونان تا 90% ممکن است اتحادیه اروپا خارج بشه و کلا این جریاناتی که توی آسیا داره اتفاق میفته، بازارهای اقتصادی که داره اتفاق میفته با همکاری روسیه، چین و ایران و هند، فکر نمی کنی که موازنه قدرت توی هزارهی که الان هستیم داره عوض میشه؟ یعنی یه چرخشی داره صورت میگیره یه سیاست های کل دنیا، یعنی اون نگاهی که بود همه چیز از سمت غرب میامد، فرهنگ، اقتصاد، تکنولوژی و خیلی چیزهای دیگه که از غرب وارد شرق شد و الان همون تکنولوژیه که وارد شهر شد، حالا فرهنگ، سیاست، اقتصاد و همه نیروی کار و سرمایه که از قبل شیفت شد به سمت شهر، الان فکر نمی کنید داری بر می گرده به سمت قبل و جوری میشه که الان شما نگاه کنید مشکلات سوریه را شما نگاه کنید ساحت زیادی روسیه و ایران و چین دارن حمایت میکنن غیر مستقیم از بشار اسد و کلن میخواستم نظرشون رو بدونم آیا با این سمتی که داریم میریم جلو و این اتمسفری هست که توی مذاکرات هسته ای امروز الان اعلام شد تقریبا 10 دقیقه پیش که مذاکرات تا یک هفته دیگه تمدید شده، فکر نمی کنید که داریم به سمتی میریم که قد داره یعنی قدم عقبگرد میذاره در سمت موازنه قدرتی که هست با توجه به اینکه خب عربستان هم قرارداده خیلی عجیب قریبی و تقریبا یک هفته پیش بود با روسیه و کلا فکر میکنم من روسیه الان داره
قدرت نمایی میکنه، برخلاف چیزی که رسانه غربی میخوان بگن که نه ما جلوی روسیه واسدیم و تحریم کردیم. من وقتی کلاس نمیگیرم، دوست دارم نظر شما رو بدونم. ممنون. خسته نباشین، ممنون از توضیحاتتون جناب خلجی. در رابطه با این بحثی که مطرح کردیم، رابطه ما با کشورهای همسایه‌مون، خیلی خیلی برای من جالب بود. یعنی اصلا اینجوریش نگاه نکرده بودم که واقعا ما از فرهنگ و از در حقیقت اتفاقاتی که داره توی این کشور همسایه‌مون می‌گذره به غیر از اخبارها بیشتر چیزی نمی‌دونیم، و برخلافش خیلی هم به قول شما داریم ازش استفاده میکنیم. برای من این خود برتربینی که در حقیقت در ایرانی ها هست که به قول شما وقتی ازش میریم استفاده میکنیم، ترکیه و نمیدونم دبی جاهای خوبی میشن برای تفریح کردن، ولی وقتی صحبت میکنیم تو صحبت هامون، ترک ها که همون بدبخت هایی بودن که تا 20 سال پیش بودن از ما نفت میگرفتن، و عرب ها هم که دیگه مشخصه. یعنی این جملات خیلی جملات رایجیه تو ایران. سوالم اینه که این در حقیقت خود برتربینی، من حالا داشتم فکر میکردم اینم این خود برتربینی که صرفا فقط برای به ترکیه و افغانستان و عرب ها و سعودی ها اینا خود چیز نمیشه، محدود نمیشه. ما نسبت به چینی ها هم همین حس رو داریم، نسبت به نمیدونم هندی ها هم همین حس رو داریم، نسبت به حتی نسبت به روس ها من فکر میکنم ما همین حالت چیز رو داریم، حالت اینکه کاری باهاشون نداریم و یا متونشون رو نمیخونیم یا از تحولات فرهنگشون مطلع نیستیم آنچنان. این خود برتربینی در این سیر تاریخی که توصیف کردین از کجا بوده؟ یعنی از کی ما این برتری رو دیدیم؟ چون من دارم وقتی به تاریخ برمیگردم میبینم که خیلی از این جوامع مثل حالا کشورهایی که در حوزه حالا عراق امروزی هستن، جاهایی بودن که ما در واقع یک فرهنگ و یک تمدن رو باهاشون داشتیم، یا بالا الان قسمت هایی که دفعه روسیه هست همینطور. این حرکت به سمت این نگاه برتر از کی اتفاق افتاده؟ ممنون. یه نفر از دوستانم در قسمت Q&A سوال نوشتن من فکر میکنم جمهوری اسلامی هیچ مشکلی با آمریکا ندارد و این آمریکا ستیزی یک سنگر است که برای دوام خود به آن نیاز دارد. نظر شما چیست؟ سلام به همراهان خوب تواناتک. احتمالاً برای خیلی از شما پیش اومده که بیرون از خونه یا محل کارتون نیاز فوری داشتین که از طریق لپتاپ به اینترنت وصل بشین. یکی از راه‌ها برای این کار در واقع استفاده از اینترنت گوشی هوشمندتونه. به اشتراک گذاری موبایل با بقیه دستگاه‌ها هات اسپات کردن به وسیله وای فای میگن. حالا چه جوری باید اینترنت موبایل رو به اشتراک بذاریم؟ از آیفون شروع می‌کنیم. اول وارد تنظیمات یا همون ستینگ آیفون بشید. گزینه موبایل دیتا رو انتخاب کنید. بعد به قسمت پرسونال هات اسپات برید و گزینه مقابل اون رو آن کنید. تو قسمت وای فای پسورد هم یه پسورد برای وای فای خودتون انتخاب کنید. الان اینترنت گوشی شما به اشتراک گذاشته شده و هر دستگاه مجهز به وای فای وقتی وای فای موجود رو جستجو میکنه اسم گوشی شما رو میبینه که با انتخاب اون و وارد کردن رمز عبور تعیین شده میتونه از اینترنت دیتای تلفن شما بهره مند بشه. خب این نحوه اشتراک گذاری اینترنت در iOS بود. حالا میریم سراغ گوشی های اندرویدی. تو گوشی های هوشمند اندرویدی باید همون مسیر رو دنبال کنیم. فقط چون گوشی های اندرویدی توسط شرکت های مختلف تولید میشه، ممکنه که کمی منوهای اونها متفاوت باشه. ولی برای این کار باید به سراغ تنظیمات وایرلس و شبکه بریم و در اونجا تنظیمات مربوط به هات اسپات و تترینگ رو پیدا کنیم. به قسمت ستینگز گوشی اندروید خودتون برین و وارد بخش وایرلس اند نتورکس بشین. تو قسمت تترینگ اند پورتبل هات اسپات گزینه ست اپ وای فای هات اسپات رو انتخاب کنید. برای وای فایی که می‌خواید به اشتراک بذارین، باید نام و پسورد تعیین. حالا اینترنت گوشی شما به اشتراک گذاشته شده. هر دستگاه مجهز به وای فای وقتی وای فای موجود رو جستجو میکنه اسم گوشی شما رو میبینه که با انتخاب اون و وارد کردن رمز عبور تعیین شده میتونه از اینترنت دیتا تلفن شما بهره مند بشه. اول ویدیو رو تو شروع کردی، آخرش رو من تموم میکنم.
ممنون از اینکه با ما همراه بودین. اگه سوال و ابهامی دارین میتونین از کارشناسای توانا تک بپرسین و در اولین فرصت پاسخشو بگین.